بیور نزدیک شوید زندگی سمیمانه با خدا فصل سوم مشتاق بمانید گرسنه آن چه خواهیم شد که از آن تغذیه می کنیم پیش از آن که شخصی نجات نیافته بتواند به خدای زنده نزدیک شود خدا خودش باید به آن شخص نزدیک شود ای توزر چنین می نویسد برای آنکه فردی گناهکار بتواند فکر درستی درباره خدا داشته باشد نخست در او باید کاری جهت منور گشتن فکرش انجام پذیرد ایسا خودش می گوید هیچ کس نمی تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را برخواهم خیزانید یوحنا 644 به همین خاطر است که شفاعت برای کسانی که به واسطه ایسا رابطه ای با خدا ندارند حائز اهمیت است خدا میگوید که میخواهد همگان نجات یابند و به معرفت حقیقت نایل گردند اول تیموتائوس 2.4 او این هدف را همواره در طول تاریخ داشته و دنبال کرده است و همچنان میخواهد که فرزندانش اشتیاق او برای گمشدگان را درک کرده و به درگاه او دعا کنند به همین دلیل عیسی گفت محصول فراوان است اما کارگر اندک پس از مالک محصول بخواهید کارگران برای درو محصول خود بفرستد متا 9, و 38 گرچه به واسطه مکاشفه ایسا نجات یافته ایم همچنان دعوت خدا برای ما ادامه دارد او میگوید به من نزدیک شو خدا قدم اول را برای این دعوت بدون تاریخ و محدودیت برداشته بوته در حال سوختن است او نام ما را میخواند. او بیرون قایق ایستاده و منتظر جواب ماست این اواخر با ایمانداری هم صحبت شدم که گفت جان هرچه با خدا بیشتر زندگی می کنم و او را بیشتر خدمت می کنم بیشتر می فهمم که نزدیک شدن ما به او بستگی به این دارد که او ما را جذب کند در مخالفت با او گفتم نه اینطور نیست بعد به نقل از ایسا گفت که هیچ کس نمی تواند نزد من آید مگر نخست پدر او را جذب کند در جواب گفتم بله این در مورد غیر ایمانداران است ولی خدا می گوید که شما متعلق به من هستید و از ما می خواهد به من نزدیک شوید و من به شما نزدیک خواهم شد مشخصا می گوید که هر زمانی می توانیم قدم اول را برداریم بله گاهی هم او می خواهد ما را ملاقات کند و قدم اول را بر می دارد. ولی به هر حال این بدان معنا نیست که نمی توانیم قدم اول را به سمت او برداریم ما با او رابطه داریم مانند رابطه میان پدر و فرزندش گاهی فرزند با پدر رابطه برقرار می کند و گاهی پدر با فرزند چرا تعداد بیشتری به دعوت او پاسخ نمی دهند؟ سؤال گیج کننده این است چرا برخی از ایمانداران رابطه ضعیفی با خدا دارند؟ چرا رابطه عمیق و مستحکمتری با او برقرار نمی کنند؟ چه چیزی مانعشان می شود؟ چه چیز میتواند آنها را به پاسخ به دعوت او برای نزدیک شدن تشویق و ترغیب کند؟ اما جواب پیچیده نیست گرسنگی و تشنگی ما برای شناخت او داوود به فریاد میگوید جان من تشنه خداست تشنه خدای حی که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم اشکهایم روز و شب نان من می بود چون تمامی روز مرا میگفتند خدای تو کجاست چون این را به یاد می آورم جان خود را بر خود می ریزم مزمور چهل و دو دو تا چهار پیش از آن که ادامه دهید این کلمات را آرام آرام بخوانید و بگذارید در دلتان تهنشین شوند توجه کنید که داوود می گوید چون این را به یاد می آورم جان خود را بر خود می ریزم کلمه عبری که اینجا به یاد آوردن ترجمه شده زاکار است wa می میگوید که این کلمه در یونانی مشابه معادل انگلیسی آن Remember است این کلمه به معنای چیزی بیش از به خاطر آوردن است این کلمه یعنی محفوظ داشتن در فکر حقیقتا هم اینجا کاربری مناسبی دارد داوود در واقع می گوید وقتی اشتیاق برای خدا در افکارم حفظ می کنم باعث می شود که جانم را به درونم بریزم و این کار گرسنگی سیری ناپذیر برای خدا به وجود می آورد این گرسنگی ما را به سوی نزدیک شدن به او سوق می دهد مهم نیست به چه موانعی برخورد می کنیم روحی، فکری یا فیزیکی مهم آن است که گرسنگی خود را برای او حفظ کنیم و افسایش دهیم خداوندا گرسنگیم افسون گردان بسیاری دعا می کنند خداوندا گرسنگیم را افسون گردان اما این دعا درست نیست این ما هستیم که میزان گرسنگی خود را تعیین می کنیم نه او در آمریکا دارایی مادی فراوانی داریم سرگرمی، خوشگذرانی و ثروت تنها راه ایجاد و حفظ گرسنگی برای خدا این است که انتخاب کنیم جانمان با چه چیز سیر شود امثال 27.7 چنین چنین میگوید شکم سیر از شان اصل کراحت دارد ساده است اگر جان شما با علایق میل به ثروت و دنیا دوستی مملو شده باشد سیر خواهید بود و در واقع شیرینی کندوی اصل مشارکت با خدا دلتان را میزند عید شوکگذاری ما آمریکایی ها را در نظر داشته باشید اغلب آمریکایی ها با دوستان و خانوادهشان برای برپایی این زیافت جمع می شوند بعضی هم آن روز صبحانه را حذف می کنند تا بتوانند سر سفره عید غذای بیشتری بخورند. زیافت شروع می شود. بوغلمون بزرگی می آورند، سیب زمینی شیرین، سبزیجات، کیک و از این قبیل خوراک ها. چون اشتهایمان باز شده غذای زیادی می خوریم. بعد از اینکه غذا تمام شد، ناله می کنیم که چرا زیاد خوردیم. سیر شدیم. و بعد از دو ساعت به خانه یکی دیگر از اعضای خانواده می رویم غذا دوباره با تمام تشریفات آورده می شود این بار غذاها بهتر تهیه شده اند. اما با وجود اشتیاق برای این غذای عالی جایی نداریم و پا پس می کشیم آنچنان از غذای قبلی سیر شده ایم که با یک نگاه به غذای روی میز میفهمیم که از خوردن خبری نیست. برایمان مهم نیست که این غذا چقدر بهتر است در واقع از آن بیزاریم این همان چیزی است که امثال آن را کراهت مینامد جهت بس دادن این حقیقت باید متوجه باشیم که این امر نسبی است اگر جان شما زیر بار آرزوهای دنیا خم شده شاید از آن سفره کراهت نداشته باشید ولی اهمیت چندانی هم برایتان ندارد اگر سیر نباشید و تنها دو ساعت پیش غذای عادی خورده باشید و به جشنی دعوت شوید آن را رد نخواهید کرد و احتمالا ناخونکی هم خواهید زد اغلب هنگامی که به شهری میرسم مرا به رستورانی عالی دعوت می کنند اما چون چند ساعت پیش از آن غذا خورده ام دعوت را رد می کنم فکر غذا آنچنان که در عید شکر گذاری توصیف کردم کلافه هم نمی کند ولی تحریک کننده هم نیست اما همین دعوت از کسی یک یا دو روز غذا نخورده پاسخی کاملا متفاوت خواهد داشت او مشتاق همان غذایی است که شما اعتنایی به آن نکردید پس حقیقت این است که درجه پری شما از امور دنیا تعیین کننده پاسختان به دعوت خداوند است اغلب در کلیسا مردم اشتیاقی نسبت به مسایل الهی ندارند اکثرا از حضور خدا کراهت ندارند ولی در مقایسه با فردی گرسنه میلی به سفره پیش رویشان ندارند گویی چند ساعت قبل غذا خورده و سیر شده شاهد بودم که میگویند خدا را میخواهند ولی اعمال آنها ناقض گفتارشان است. معتقدم که شما با در دست گرفتن این کتاب سهمی بیشتر از خدا میخواهید، ولی آیا جانتان برای او می تپد؟ آیا شبیه شخصی که روزها غذا نخورده یا الکلی که مشروب ننوشیده و یا معتادی که مواد مصرف نکرده هستید؟ باید چنین اشتیاقی را پرورش دهیم تا قادر به پیش روی شویم کلیسای بی تفاوت با بررسی دقیق گفتار عیسی در کتاب مکاشفه درباره کلیسای روزهای آخر به واقعیتی شگفت آور پی می بریم. نخست متوجه می شوید که عیسی به هفت کلیسای آسیایی نامه میفرستد، اما آن پیغام تنها مربوط به کلیساهای آن دوره از تاریخ نبود بلکه برای همه ماست در غیر این صورت در کتاب مقدس ثبت نمیشد. واقعیت گنجانیده شدن آنها در کتاب مقدس به این معناست که کاربردی نبوتی دارند و تا به امروز با ما سخن میگویند. پیغامهای نبوتی می توانند کاربردها، معانی و عملکردهای بسیاری داشته باشند. نامه به هر کلیسا نه فقط حاوی پیغامی برای امروز ماست، ما بلکه ممکن است که این پیغام در آخر محقق گردد. چون مخاطب آن کلیسا قبل از بازگشت اوست. منطقی به نظر می رسد چون یوحنا در پایان نامی خود می گوید پس از آن نظر کردم و اینک پیش رویم دری گشوده در آسمان بود و همان صدای چونبانگ شیپور که نخست بار با من سخن گفته بود دیگر بار گفت بالا بیا و من آنچه را بعد از این می باید واقع شود بر تو خواهم نمود مکاشفه چهار یک به کلمه شیپور دقت کنید میدانیم که در روزهای آخر خداوند از آسمان به دنبال قوم خود خواهد آمد زیرا خداوند خود با فرمانی بلند آواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد آنگاه نخست مردگان در مسیح برخواهند خواست اول تسالونیکیان چهار شانزده تا هفته معتقدم در این پیغام ها به کلیساها تأکیدی خاص برای امروز ما وجود دارد عیسی آن کلیسایی را ولر میخواند که به بیان امروزی فاقد اشتیاق و گرسنگی هستند و با آنچه برای او مهم است برخوردی عادی دارند به ندرت برای خوشنود کردن او راه خود را کج می کردند چه چیزی سبب این رفتار شد یادتان باشد که این کلیسایی ای خودخوانده نیست که به خدا اعتقادی ندارد بلکه عیسی خودش آنها را به رسمیت میشناسد پاسخ در نگاه آنها به زندگی است عیسی میگوید میگویی دولتمندم مال اندوختم و به چیزی محتاج نیستم و قافلی که تیر بخت و اسفنگیز و مستمند و کور و اوریانی مکاشفه سه هفته این کلمات بیمیلی آنها را فاش می کند چون جانشان سیر شده ولی متاسفانه نه از او بلکه از چیزهای دیگر تشخیص سطحی ممکن است ادعی بگویند که مشکلشان پول زیاد یا مسائل مادی بوده است در بهترین حالت این تنها سنجشی سطحی از گفته ایساست اگر به داوود بنگرید او مردی بود با خادمان بسیار و ثروتی فراوان در واقع او برای سلیمان چهار هزار تن طلا نزدیک چهل هزار تن نقره و مقدار بسیاری آهن و برونز به ارث گذاشته بود که قابل وزن کردن نبود اول تواریخ 22-14 اما وقتی خود را توصیف می کند خداوندا گوش خود را فرا گرفته مرا مستجاب فرما زیرا مسکین و نیازمند هستم مزمور 86 یک او خود را مسکین و نیازمند می نامد. می دانیم که او در گفتارش از روی سیاست عمل نمی کند چون اگر تحت الهام الهی باشید قادر به فریب دادن دیگران نیستید او حقیقتا خود را فقیر و نیازمند می دانست. حتی با داشتن انبارهای نقره نیاز حقیقیش خدا بود که با اشتیاق آسمانی پرورش یافت این فریاد را باز بشنوید گوش فراده و اجابت هم فرما او بیقرار پاسخ خداست و گرسنه و تشنه همدمی اوست به همین خاطر چنین اشتیاقی دارد اشکهایم روز و شب نان من می بود چون تمامی روز مرا میگفتند گفتند خدای تو کجاست؟ مزمور چهل و دو سه مشکل کلیسای لادوکیه امور مادی نبود بلکه بیشتر اجازه داده بودند مسائل مادی جانشان را سیر سازد داوود هرگز اجازه نداد که چنین اتفاقی بیفتد هرگز نگذاشت ثروت فراوان اشتهای جانش را کور کند به احتمال زیاد اعضای آن کلیسا نسبت به داوود ثروت بسیار کمتری داشتند ولی خودشان را با داراییشان تغذیه می کردند و خوشحال بودند و این اشتیاق آنها را به حضور و رابطه با خدا از بین برده بود تفاوت فاحش. من در 20 سال گذشته شاهد این موضوع بودم یادم می آید که یک بار به شمال کانادا سفر کردم آنجا قبیله ای سرخ پوست بود که در ناحیه اختصاصی زندگی می کرد در واقع تا 20 سال پیش این مردم شریف در چادر زندگی می کردند چون با گوزنها سفر می کردند. همه مردمانی ساده با دارایی اندکی بودند تنها در طول ده سال گذشته توانسته اند که در خانه های محقر خود صاحب تلویزیون شوند تقریبا هزار نفر برای جلسه جمع شدند چند روز آنجا بودم و متوجه چیزی عجیب شدم تقریبا بلا استثناء همه کسانی که 20 سال سن داشتند مشتاق شناخت خدا بودند از بسیاری از مردم آمریکای شمالی مشتاقتر بودند و منتظر شناخت خدا ولی کسانی که زیر 20 سال داشتند بی تفاوت و توهی از تشنگی بودند در یکی از جلسات که در چادرهای بزرگ برگزار میشد، مسح روح القدس برای تعلیم و موعظه بسیار قوی بود و هزار داخل چادر آن را دریافت می کردند. در یک لحظه متوجه بیرون چادر شدم و دیدم که جوانان با خستگی و بیتفاوتی نگاه می کنند. می دانم که گاهی موعظه خسته کننده است، ولی دلیل کسلی آنها این نبود. تقویت روح القدس برای اعلام کلامش را حس می کردم. ناگهان پیش از آنکه درک کنم چه کاری انجام می دهم خود را در حال دویدن در راه رو و گذر از افراد مشتاق و رسیدن به جوانان بیرون از چادر یافتم از آنها خواهش کردم که داخل چادر بیایند و گوش کنند طوری به من نگاه می کردند که انگار بیعقلم و هیچ درکی از زندگی ندارم سپس متوجه لباس و کلاه بیسبالشان شدم مثل اینکه نوشته روی لباس برایم براغ و برجسته شد آنها لباس های تیم بسکتبال و بیسبال را به داشتند روح القدس به من نشان داد که با تلویزیون مسموم و پر شده اند متاسفانه گرسنگی جانشان را در راهی خرج کرده بودند که هیچ منفعتی آیدشان نمی کرد. فهمیدم که افراد مسنتر هنوز درگیر برنامه غذایی تلویزیون نشده اند. این پاسخ سؤال من در مورد تفاوت موجود بین افراد زیر و بالای 20 سال بود. لطفاً اصل حرفم را متوجه شوید و اشتباه برداشت نکنید تلویزیون همیشه برای اشتیاق و رشد ما آور نیست بلکه موضوع این است که چگونه از آن استفاده می کنیم خانواده ما تلویزیون دارد اگرچه از وقتی تازه ازدواج کرده بودیم تا سالها تلویزیون نداشتیم من از تلویزیون از طریق برنامه های گوناگون تعلیم و الهام گرفتم می توانم از طریق آن از وقایع دنیا با خبر شوم ولی این چیزی نیست که مرا تغذیه یا سیر کند اشتیاق من این نیست می توانم تماشایش کنم و همچنان مشتاق امور الهی باشم و رابطه ام را با روح القدس حفظ کنم این جوانان با وجود فقر اشتهای خود را به چیزی داده اند که سودی آیدشان نمی کند مدتی پس از این سفر به شمال غربی ایالات متحده رفتم. از من درخواست شده بود که در جلسه عصر جمعه موعظه کنم. جلسه برای شرکت تمام افراد کلیسا آزاد بود، ولی با تعجب دیدم که بیش از 500 نفر از 700 شرکت کننده نوجوانان هستند. وقتی جلسه به پایان رسید خود را در حلقه ده ها نوجوان دیدم که درباره مسائل روحانی سوال می کردند. به ساعتم نگاه کردم و دیدم نزدیک نیمه شب است. برای مدتی طولانی پس از جلسه درباره مسائل الهی صحبت کردیم. سرانجام گفتم خوشم آمد. همه شما بسیار گرسنه خداوندید. خواستند که روز بعد پیش از رفتنم همراهشان برای ناهار بیرون بروم دعوتشان را رد نکردم سالن بزرگی را در طبقه بالای رستوران رزرو کرده بودند و بحث ما آنجا ادامه یافت بسیار شگفتانگیز و تازه بود بین این دو گروه جوانان تفاوت زیادی به چشم میخورد که نشان از یک تناقض داشت جوانان شمال غرب گرسنه و مشتاق خدا بودند گرچه داراییشان از جوانان بومی سرخ پوست بیشتر بود در کلیسای شمال غرب افراد بالای بیست سال به اندازه نوجوانان مشتاق نبودند چرا مسنترها مرا احاطه نکردند چرا تعداد نوجوانان تا این حد بیشتر از مسنترهای جلسه بود باور دارم که جان بزرگسالان با امکانات و لذتهای زندگی سیر شده بود در حالی که خداوندی عیسی را اعتراف می کردند، اما امور الهی تنها قسمتی از زندگیشان بود نه اشتیاقشان بعد از ملاقات با شبان ارشد و شبان جوانان کلیسا بر من آشکار شد که هر دوی آنها مثل جماعتشان شده بودند و این آیه از کتاب هوشه به خاطرم آمد کاهنان و قوم یکسان خواهند بود چون کاهنان شرور بودند قوم هم شرور شدند می توان این آیه را چنین خواند شبانان و مردم مثل هم هستند اگر شبان اشتیاق نداشته باشد مردم هم بی تفاوت خواهند بود خدا این شبان جوانان را که پر از رویا و غیرت بود به حرکت درآورد و او امروز با قدرت بر شهری دیگر تأثیر می‌گذارد. درمان کلیسای بی تفاوت سردی که در کلیسا چنین شایع شده همان چیزی است که عیسی در پیغامش به کلیسای آسیا به آن اشاره می کند این کلمات را بشنوید هان بر در ایستاده میکوبم، اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بکشاید به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من مکاشفه سه بیست شگفت زده می شوم که اغلب خادمان از این آیه برای دعوت غیر ایمانداران به ایمان استفاده می کنند در حالی که موضوع صحبت عیسی اصلا این نیست سخن وی با کلیسا و ایمانداران است که اشتیاقشان را از دست داده اند. توجه کنید که میگوید اگر صدای مرا بشنود چه چیز ما را از شنیدن معن می کند؟ جانی که سیر شده ما را از شنیدن صدای او دور می کند. خدا موسا را به صحرایی دور افتاده فرستاد به دور از شلوغی مصر تا صدای او بتواند توجهش را جلب کند خدا در یک ملاقات توجه موسی را جلب کرد و او هرگز دوباره حواسش پرت نشد فارغ از اینکه کجا بود حتی وقتی به مصر بازگشت ایسا گفت که اگر کسی صدای او را بشنود و در قلب خود باز کند او وارد گشته و با او هم سفره خواهد شد او به جان ما نان حیات را میخوراند زیرا خود او نان حیات است در ترجمه ای دیگر میخوانیم اگر دعوت مرا بشنوی و در را باز کنی وارد خواهم شد و همچون دو دوست صمیمی با هم شام خواهیم خورد این را دوست دارم چون در آن زمان و امروز نیست با هم شام خوردن نشانه سطحی بالاتر از همدمی است وقتی مسافرت می کنم همیشه دوست دارم قبل از برگشتن با رهبران کنفرانس یا شبان شام بخورم چون در وقت مشارکت فرصتی برای شناختن هم میابیم در هم سفره بودن تبادلی صورت میگیرد که در هیچ فرصت دیگری ممکن نیست به همین دلیل پولس میگوید با کسی که ادعا می کند ایماندار است ولی در گناهی کشنده زندگی می کند قضا نخوریم اول قرنتیان پنج یازده ما در قلب خود را باز می کنیم و سر سفره همدم هم, هم میشویم و اگر با کسی بنشینیم که در ناعتاعتی آشکار زندگی می کند تبادل ما از نظر روحانی سالم نخواهد بود گرسنه آن چه خواهیم شد که از آن تغذیه می کنیم. گرسنگی عنصری است اساسی که باعث می شود خواه ناخواه صمیمیت و همدمی با خدا را دنبال کنیم. با این حال باید به یاد داشته باشیم که ما هستیم که اشتهای خود را کنترل می کنیم نه خدا. سوال این است چگونه اشتها یا میلی را در خود افسایش خواهیم داد؟ اصل روحانی هست که تغییر نمی کند گرسنه آن چه خواهیم شد که از آن تغذیه می کنیم من در سال 1979 در دوران کالج تولد تازه یافتم شبی در آشپزخانه مشترک محسلین به دنبال چیزی برای خوردن می گشتم که صدای خداوند را شنیدم بدن تو معبد من است مواظبش باش آن موقع همه چیز خار بودم فکر کنم این حالت امروزه اسمی هم پیدا کرده باشد اعتیاد به غذا قضا. غذای ناسالم میخوردم چون به مزاقم خوش میآمد نوشابه خور و اهل شکلات و شیرینی بودم فست فود، دونات و انواع غذاهای چرب و نان و مشتقات آن هم که به جای خود حوث هر چیزی را می کردم که ناسالم بود و به مزاق خوشایند غذای عالی به نظر من همبرگر بزرگ با کوکا و سیب زمینی سرخ شده بود وقتی خدا چنین چیزی به من گفت فکری به ذهنم رسید که اگر من صاحب خودروی گران قیمت و جدید بودم هرگز بنزین ناخالص یا روغن سوخته در آن نمی ریختم بلکه بهترین بنزین و روغن را می ریختم و همین کارم باعث می شد که ماشین بیشتر عمر کند و بهتر کار کند فهمیدم تنها یک بدن دارم که قابل تعویز هم نیست ولی خودروی گران قیمت جایگزین دارد فورا رژیم غذاییم را عوض کردم مطالعه مطالب مختلف را شروع کردم و پرسش های مختلفی می پرسیدم تا بفهمم که بدنم برای عملکرد بهتر و سالم ماندن به چه خوراکی نیاز دارد روندی بود که چند سال طول کشید ولی نهایتا نحوه تغذیه ام کاملا تغییر کرد همه اینها عالی بود ولی سودی مضاعف وجود داشت که متوجهش نشدم وقتی شروع به تغذیه سالم نمودم مزه ها را دوست نداشتم ولی میخوردم چون برایم خوب بود پس از مدتی زائقه هم تغییر کرد قبلا اینطور بود که اگر فست فود و سالاد سبزیجات و ماهی یا نان سبوستار به من تعارف میشد من فست فود را انتخاب میکردم چون از ماهی و سالاد متنفر بودم ولی اگر امروز هر دو پیشنهاد به من داده شود غذای سالم را ترجیح می دهم و اصلا به غذای فست فود فکر هم نمی کنم در واقع هنگام مسافرت اگر فقط فست فود در دسترس باشد اشتهایی برای آن ندارم ترجیح می دهم گرسنه بمانم تا اینکه از غذاهای رژیم قبلی بخورم مطمئنا نه میلی به آنها دارم و نه کششی همین اصل برای جانهای ما نیز صادق است جان ما مشتاق چیزی است که با آن تغذیه اش می کنیم اگر انضباط شدید ورزشی داشته باشیم کانال ورزش نگاه می کنیم اگر همیشه فیلم و سریال های تلویزیونی ببینیم مشغول کانال های فیلم و مجلات می شویم تا اشتهایمان را سیر کنیم اگر همیشه در پی دنیای تجارت و اخبار باشیم مشتاق آن خواهیم بود اگر خوشنودی ما در خانه، خودرو، لباس و این جور چیز هاست پس مشتاقانه درباره خودروی جدید، مد و خرید حرف میزنیم ولی گفتگوهای روحانی را خسته کننده خواهیم یافت. سخت میتوانیم کتاب مقدس را بخوانیم یا در جلسه دعا شرکت کنیم اما اگر با رژیم منضبط از کلام خدا تغذیه شویم اختصاص وقت به دعا و گفتگوهای روحانی آسان خواهد بود و همه چیز طبیعی پیش خواهد رفت پس از مدتی به حضور خدا وابسته خواهیم شد و مشتاق صمیمیت و همدمی با او خواهیم بود افراتی ناسالم همین دیدگاه میتواند تواند به افراطی ناسالم کشیده شود ما در بدن فیزیکی زندگی می کنیم و به تجدید قوا و تفریحات سالم نیازمندیم در زمان مدرسه کتاب مقدس هفته ای چهل ساعت کار میکردم و تا جایی که میشد واحد درسی برمی داشتم یک بار آخر هفته هم اتاقیم برای بازی فوتبال با اده ای از دوستان دعوت هم کرد دعوت را رد کردم تا بتوانم کتاب مقدس بخوانم. هنگامی که رفت کتاب مقدسم را درآوردم تا بخوانم و دعا کنم ولی همه چیز تیره و تار بود نمی توانستم صدای خدا را بشنوم مثل این بود که فقط کلمات را می خانم و هیچ درکی ندارم یک ساعت پس از رفتن هم اتاقیم با صدای بلند گفتم خداوندا چرا هیچ چیز از کتاب مقدس نمیفهمم یا صدای تو را نمی شنوم؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه ناعتاعتی یا گناهی از من سر زده؟ در پاسخ شنیدم که گفت برو بیرون و فوتبال بازی کن به هم ریختم و پرسیدم چی؟ فوتبال؟ فوتبال که بنا کننده ای ایمان نیست و من را به تو نزدیکتر نمی کند چطور می توانی چنین حرفی به من بزنی؟ خدا مرا به آیهی هدایت کرد و ناگهان برایم مکاشفه شد تعلیف کتب بسیار را پایانی نیست و مطالعه زیاد مایه خستگی تن است جامعه دوازده دوازده او گفت پسرم تو در بدنی جسمانی زندگی می کنی که به استراحت های گوناگون احتیاج دارد و اگر استراحت نکنی و فراغتی نداشته باشی در واقع امکان شنیدن صدای مرا از خودت دریغ می کنی و همینطور رشد روحانی را سپس به من نشان داد که عیسی چگونه پس از خدمت شاگردان به مردم از آنها دعوت کرده گفت با من به خلوتگاهی دور افتاده بیایید و اندکی بیارامید مرقوس 6.31 در واقع میخواست بگوید استراحت کنید وگرنه از دست خواهید رفت من از اتاقم بیرون رفتم تا فوتبال بازی کنم هنگام غروب وقتی نشستم و کتاب مقدسم را برداشتم آیه ها برایم باز شد و احساس کردم هنگام مشارکت با روح القدس درباره کلام خدا حیات خدا به وجودم جاری شده است بیش از حد پرمشخله. سبک زندگی پرمشخله دزدی است که بیش از هر چیز دیگر اشتیاق ما را برای خدا می باید بسیاری از ایمانداران خوشنیت هم به این دام افتاده اند. زمان مشارکت با خداوند را با سبک پرمشخله زندگی مسیحی پر کرده اند. این می تواند شامل زحمات فریبنده و مداوم در خدمت مسیحی هم باشد. اجازه دهید برای روشنتر شدن این مسئله سوالی بپرسم. چرا خودمان را از نظر فیزیکی تغذیه می کنیم؟ جواب شما احتمالاً چنین خواهد بود؟ تا غذا و انرژی به جسممان برسانیم. می توانید تصور کنید که بدون غذا با سرعت تمام به زندگیتان ادامه دهید. اگر برای آزمایش چند روزی غذا نخوریم و خواب کافی نداشته باشیم و به مدت طولانی مشغول کار فیزیکی شویم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک لحظه فکر کنید احتمالا قش می کنیم. ولی ببینید که از نظر روحانی چه آسان چنین کاری می کنیم. البته دلیلی هست از نظر روحانی طاقت می آوریم ولی از نظر فیزیکی نمی توانیم. اگر مدت طولانی غذا نخوریم صدای شکممان در می آید و قررش آن را می شنویم. آن هم نه یک بار. شکایت ها بلند و بلندتر می شوند و با ادامه یافتن درد تبدیل به فریاد می شوند. کل بدن ما فریاد میزند. زند. گرسنم غذا بده. ولی جانمان فریادی نمیزند. زند. برعکس آن نیز صادق است. صدای انسان باطنی ما با گذشت زمان آرام تر می شود. دلیلش این است که به صدایش گوش نمی دهیم. جانمان ضعیفتر و جسممان غالبتر می شود. البته در مورد جسم هم اگر مدتی طولانی غذا نخوریم اشتهایمان من را از دست می دهیم اگر بیش از پنج روز بدون غذا زندگی کنید فریاد گرسنگی جسمتان خاموش می شود غذا کشش خود را برای من از دست می دهد و خوردن قطعی کباب برای من همچون خوردن تکه لاستیک به نظر می رسد اشتهایتان از دست می رود و هرگز باز نمی گردد تا ذخیره درونیتان به پایان رسد و ضعف عمومی حاکم شود متوجه شدم که وقتی به جای اختصاص دادن وقت به خداوند سبک زندگی پرمشغله را پی می گیرم روندی مشابه آغاز می شود نخست توجه هم را به کلام خدا از دست می دهم و بعد اشتیاق به دعا را اگر همگاه و بیگاه دعا کنم یا کلام بخوانم احساس نمی کنم که حیات خدا در وجودم سرازیر شده است در چنین شرایطی کتاب مقدس هم مانند زمانی که مرتب از آن تغذیه می شدم با من سخن نمی گوید من با غذا نخوردن به نقطه ای رسیدم که اشتهایم را از دست دادم و تنها راه برای بازگرداندنش این بوده که خودم را مجبور به خوردن کنم وقتی اشتهای روحانیم را از دست دادم کتاب مقدسم را باز کرده از تنبلی توبه و بعد از کمی انتظار در پی شنیدن صدای خدا بودم به خواندن آنقدر ادامه می دهم که خدا با من سخن گوید اغلب چنین وعزی طول نمی کشد. وقتی ادامه می دهم او با وفاداری سخن می گوید. راه دیگر است که برای یک یا دو روز خلوت کنم و فقط بخوانم و دعا کنم تا از او اشبا شوم. دماسنج روحانی چنین نظمی در همه ما باید باشد این سقوط یا بی اشتهایی زمانی شروع نمی شود که مرتکب زنا می شویم نقطه آغاز هنگامی نیست که کسی از عزیزانش متنفر می شود و فرزندانش را نادیده می گیرد و از این قبیل بلکه سقوط هنگامی شروع می شود که خود را نسبت به کلام خدا و امور الهی بی تفاوت و سرد میابیم وقتی شروع می شود که خود را نسبت به مسائل طبیعی مشتاقتر از امور الهی می آبیم. گرسنگی روحانی دماسنج روح شماست بیایید به آن از نظر طبیعی فکر کنیم اولین چیزی که در بیماری شخص را ترک می کند چیست؟ جواب اشتها حتی اگر سرما خورده باشید دلتان نمی غذا بخورید به بیمارانی که به مدت طولانی در بیمارستان مانده اند و بیماری سخت دارند نگاه کنید. سی یا چهل کیلو وزن کم کرده اند و باید از طریق سرم تغذیه شوند. کسی که بیمار است اشتهای کمی دارد یا اصلا اشتهایی ندارد. شاید چنین اصطلاحی را شنیده باشید. مزاجش سالم است. مطمئنا از نظر روحانی هم چنین است. یکی از نشانه های سلامتی روحانی اشتها برای کلام خداست و نشانه بیماری روحانی نداشتن اشتها برای امور الهی است خادمانی را دیدم که بیشتر مشتاقند درباره ساخت و ساز خودروی جدید تیمهای ورزشی و امور از این دست حرف بزنند تا امور الهی وقتی از مسائل مربوط به خداوند یا آنچه خدا در دل آنها گفته با آنها صحبت می کنید طوری رفتار می کنند که انگار سخنران هستید ولی وقتی از خانه جدیدی که ساختند حرف می زنند، نورانی می شوند هنگام پرستش به آنها نگاه می کنم به دور و بر می نگرند با دیگران حرف می زنند و یا یادداشت هایشان را برای موعظه مرور می کنند به جای اینکه دستهایشان را برافرازند و بر کسی متمرکز شوند که باید برایشان عزیز باشد اینها علائم مشکلی بسیار عمیقتر است در چنین کلیساهایی متوجه فقدان حضور خدا شده هم. وقتی برای توبه یا نزدیکی به خدا از آنها دعوت کرده ام روح القدس آمده و آنها شگفت زده شده اند. به یاد آورده اند که از کجا سقوط کرده اند و یا آن را عطای خاص خدمت ما فرض کرده اند و به این شکل نادیده اش گرفته اند در هر صورت اگر ذره اشتیاق در وجودشان بوده حضور خدا گرسنگیشان را دوباره بیدار کرده است اشعیا به ما میگوید فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت اشعیا 42 سه این عبارت عینا به چراغ که در حال سوسو کردن است اشاره دارد چراغی که روغنش به آخر رسیده و شعله اش تبدیل به دود و بخاری بیجان شده او آنچه ناچیز ضعیف و آسیب پذیر است را وصف می کند او اخکری بیجان را خاموش نمی کند بلکه دم حیات را به آن می دمد. یادتان باشد که حتی اگر فتیله نیم سوخته باشیم او باز تعقیب من خواهد کرد پس چه بهتر که با او مشارکت داشته باشیم و پاسخ دعوتش را بدهیم چون او خود را به ما تحمیل نمی کند چه بهتر می بود که با او همکاری می کردیم و پاسخ دعوتش را می دادیم چون خود را بر ما تحمیل نمی کند. در زندگی بسیاری دیده ام که خدا شوله را به فتیله نیم سوخته اشان بازگردانیده است. در کلیساها و کنفرانسها بارها شنیده ام که نمی تصور کنند که چقدر از خدا دور شده ولی با آمدن آتش خدا اشتیاقشان به جستن او افسایش یافته است. آنگاه دریافتند که چون از دل خود مراقبت نکردند اشتهایشان که باید در دلی سالم باشد را از دست دادند حفظ آنچه عزیزترین است امثال چهار بیست و چنین میگوید دل خیش را با مراقبت تمام پاس بدار از محافظت مراقبت و توجه چیزی مهمتر نداریم وقتی به این کلمات فکر می کنم در میابم که انسان از دارائی های ارزشمندش محافظت می کند همه دیده ایم که چگونه سنگ های گرانبه ها را پشت شیشه های ضد ضربه محافظت می کنند در فضایی کنترل شده و حساس به تغییرات دما و وزن که با کوچکترین اختلالی آژیرها به صدا در می آیند و درها قفل می شوند برای محافظت از این اشیای ارزشمند تمام 24 ساعت و هفت روز هفته پول پرداخت می شود یعنی هزاران دلار برای محافظت از یک سنگ خدا می گوید که ارزشمندترین چیز در دنیا دل ماست نه سنگ های قیمتی با این وجود ایمانداران نه فقط دلهایشان را به چیزهایی می سپارند که سودی ندارند بلکه ضرر هم دارند برای من کافی است که آنچه میخوانیم و میبینیم فوش یا اوریانی نداشته باشد نمیتوانیم تشخیص دهیم که روح دنیا دشمن روح خداست افراد این دنیا بسیار داناترند چون به دقت از آنچه برایشان ارزشمند است حفاظت میکنند اما ایمانداران چنان در زندگیشان بی دقتند که نمی توانند دل خود را از شهوات و امیال دنیا محفوظ نگه دارند شهوات و امیالی که گرسنگیشان را نسبت به کسی که واقعا می تواند خوشبختشان کند می زداید. خداوند می گوید زیرا که جان آرزومند را سیر می و جان گرسنه را به چیزهای نیکو پر میسازد مزمور 107 9 او منتظر است تا سیرمان کند ولی اگر با چیزهای دیگر سیر شده باشیم نیکویی او قادر به سیر کردن ما نیست بیایید دل خود را گرسنه نگه داریم و دعوت او از خود را جدی بگیریم چرا که وقتی به او نزدیک شویم طبق وعده او هم به ما نزدیک می شود.